بسم الله الرحمن الرحیم با نام یاد خداوند مهربان و تقدیل سلام خدمت تک تک شما شاگردان نازنین همراهان خوب و همیشگی برنامه خودتان مکتب تمدن دوستای گلم امروز نوبت بیولوژی سنف دوازده هم هست اما خوشبختانه شما تمامی درس های ای سنف از بیولوژی را تمام کردید موفقانه و قرار است که در این جلسه بریم به طرف یک خلاصه و همچنان حل سوالات اخیر فصل خب دوستا بریم از فصل اول شروع میکنیم موضوعاتی که در فصل اول کتابتان گنجانیده داشته بود تماما ارتباط داشت با مباحث ژنتیک و وراثت در این فصل شما فهمیدین که پدر علم ژنتیک یا وراثت کی هست و چرا ما گریگورو مندل را به نام پدر علم ژنتیک میشناسیم ایشان چه تحقیقات را انجام دادند به خصوص بالای نبات مشال و چه دستاورت را در زمینه علم ژنتیک داشتن؟ بریم به طرف سوالات اخیر فصل و بدانیم که چقدر از این فصل یاد گرفتیم خب دوستا سالهای فصل اول هست سالهای انتخابی که اینجا جایهای خالی است که شما با کلمات مناسب پر میکنین به طور مثال محیط بالای صفات موجود زنده تاثیر دارد اما این تغییرات نمی شود دائمی نمی شود شما می فهمین که محیط تاثیر داره بالای صفات اما صفات ارسی را تغییر دادن نمی تانه. صفات کسبی صفات که انسان از محیطش می گیره هیچ وقت صفت ارسی شده نمی, نمی پس صفات کسبی ارسی نیست یا هم سوم شرایط محیطی مانند حرارت رطوبت نور مواد غذایی و ارتفاع بالای فونوتایب به نبات تاثیر میکنن نه بالای جنوتاپ که تمام نیست شماره مربوط به فونوتایپ هست یعنی فونوتایپ میشه از محیط تاثیر بپذیره اما جنوتایپ تاثیر نمیپذیره خب در ادامه سوالات درست و نادرست دارین که شما با این سوالات حتما آشنا هستید اساس راست را مندل گذاشت کم شما میفهمین که گرگورو مندل بود که پدر علم ژنتیک هست در شماره بعدی گفتم محیط بالای ژنوتایپ تاثیر می باید. همه شما خواندن میفهمین که محیط بالای فنوتایپ تغییر وارد میکنه اما بالای ژنوتایپ تاثیری نداره جنهای کشنده قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده می شوند. خب دوستا ما و شما خوانده بودیم که جنهای کشنده به نام لیتل جنها یاد می شود و باعث مرگ موجود زنده میشد. پس پسی شما درست است. و در اخیر گفته کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه کنه کروموزوم های جنسی هست. که هم درست است. خب دوستا بریم به طرف سوالات تشریحی. سوال اول که از ما شما پرسیده شده قانون اول مندل را توضیح کنید خب دوستان ما شما می فهمیم که آقای مندل چهار فرضیه داشت و چهار قانون داشت به خاطر پیش برد تمامی تجارب علمیش قانون اولی که آقای مندل در علم ولاست از خود جا گذاشت به نام Law of Unit Characteristics است که اسم انگلیسی لاتینیش از ضرور نیست که شما بفهمید اما به نام قانون اوصاف واحد یاد میشه اوصاف واحد یعنی چی؟ یعنی صفتهایی که یک دانه هستن صفت های جداگانه هستن ای به ما چی رو میگه؟ ای به ما ای اشاره داره که از یک نسل به نسل بعدی صفتها ها انتقال میابه اما به خاطر انتقال هر صفت یک فکتور ارسی موجود است آقای مندل معلوماتی در مورد دی این ای کروموزوم نداشت بلکه فقط می گفت که فاکتورهای جوره ارسی هست که در حقیقت بعدها وقت تحقیقات صورت گرفت فهمیده شد که ای فاکتور ارسی عبارت از جنهای روی کروموزوم هست و به این ترتیب قانون اول مندل اساس گذاری شد مندل چرا برای مطالعات خود نبات مشونگ را انتخاب کرد توضیح نمایید ما و شما میفهمیم که آقای مندل نبات مشون را انتخاب کرد و بالایش تمام تحقیقات را انجام داد چرا به نظر شما؟ به خاطر که نبات مشیون اولین و مهمترین خاصیتی که داره ای است که از هر صفت یک دانه داره یعنی حالت بین البینی اتفاق نمیفته پس ای به نتیجه تجارب آقای مندل زیاد کمک میکرد دوم ای که آسان تربیت میشه یعنی ما مراقبت خیلی زیاده ضرورت نداره و سیوم که زیادتر در اکثریت نبات مشونگ اردو آله آله تسکیر و آله تنیس در یک گل است پس میتونه زودتر و بیشتر نمو کنه از همین لحاظ بود که آقای مندل نبات مشونگ را انتخاب کرد قانون دوم مندل به نام چی یاد میشود؟ خود دوستا گفته قانون دوم مندل صرف نام بگیرن. قانون دوم آقای مندل به نام قانون بارزیت و مغلوبیت یا غالبیت و مغلوبیت یاد میشه یعنی چی؟ یعنی بعضی از صفات غالب هستند، بارز هستند، نمایان میشن در نسل اول و بعض از صفات مغلوب هستن در نسل اول نمایان نمیشه همیره به نام قانون دوم آقای مندل یاد کردن جنهای کشنده کدام جنها هست؟ در سال قبل هم از ما پرسیده بود جنهای کشنده جنهایی هستند که در مراحل جنینی باعث از بین رفتن موجود زنده میشه و امون لحاظ به نام جن کشنده یاد میشه خب دوستا ای بود سوالات اخیر فصل اول داد بریم به طرف موضوعات فصل دوم خب دوستا سوال های فصل دوم هست درست و نادرست اول در مرز کمخونی داسی شکل یا داسمانند اکسیژن به مقدار کافی به حجرات بدن میرسد در حالی که هموگلوبین خون و کرویات سرخ خون شکر نرمال و عادی نداشته باشه نمیشه که اکسیژن به طور نرمال به تمام بدن برسه بنابر این جمله اول غلط هست دوم اشخاص مبتلا به داون سندروم دارای 44 عدد کروموزوم می باشد، شما اشخاص مبتلا به دام میشناسین که به نام تریزومی 21 هم میاد میشه اونا دارای 47 عدد کروموزوم هستن پس این جمله هم اشتباه هست دلیشن عبارت از زیاد شدن یک قسمت کروموزوم هست شما میفهمین من کلمه دلیشن هم بر شما ترجمه کرده بودم یعنی کم شدن بنابراین زیاد شدن معنا نمیتا پس این جمله هم اشتباه هست و در اخیر گفته انورژن یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه خود را بالای کروموزوم وصل می نماید. انورت را گفتم سرچپه شدن ما نامیده. پس این جمله درست است. خب دوستا جای خالی هست. در نتیجه دو برابر شدن جنهای کروموزوم چی چیزی به وجود می ما خوانده بودیم بینظمی ها را که بینظمی های کروموزومی بود. دو یکی داشتم حالت هپلوئید یکی ها داشتم حالت دوپلوئید پس بنابر این این حالتی است که پولیپلویدی اتفاق میفته یعنی که ست کروموزوم ها کلا دو برابر میشه تغییر ناگهانی در مواد ارسی را ما تعریف کرده بودیم تعریف چی بود تعریف میوتیشن بود یعنی قوی که باعث ایجاد امراض ارسی میشه میوتیشن بود و میوتیشن را ما من حیث تغییر ناگهانی در موادر سی تعریف کرده بودیم جن میوتیشن به نام میوتیشن نقطه‌ای هم یاد میشه چرا چون در یک جای خیلی خرد از کروموزوم اتفاق میفته و موله لحاظ به نام میوتیشن نقطه‌ای یاد میشه و چهارم برای معلوم نمودن مریضی طفل و طفل داخل رحم تست پریناتال اجرا میشه پریناتال کدام نوع تست بود تست بود که قبل از که طفل به دنیا بیایه باید در مراحل جنینی که هنوز به دنیا نیامده تست و یا امتحان بالایش صورت بگیره خب دوستا بریم به طرف سوالات تشریحی فصل اولین سوال از ما خواستم میوتیشن را تعریف کنیم و بگیم که به میوتیشن جن با کدام دلیل میوتیشن نقطه ای گفته میشه میوتیشن را گفتیم که تغییرات ناگهانی در مواد ارسی هست چرا میتوشن نقطه یاد میشه اینجا نیتوشن بخطر در قسمت کوچک از کروموزوم ها اتفاق میفته عوامل میتوشن کدام ها نام بگیرین عوامل میتوشن خیلی ها زیاد هست مثلا میشه که اشعه ایکس باشه میشه که ادویه باشه میشه که یگان اوقات امراض جنتیکی میتشن از سر سن بالای مادر اتفاق بیفته انواع سرطان ها باشه دلایل مختلف داره که میتشن اتفاق میفته سوم فرق اساسی کروموزوم و جینوم میتشن در چی هست اکثریت شاگردا در این قسمت مشکل دارن کروموزوم و جینوم میتشن. خب دوستان ما سه و میتشن داشتیم جن میتشن اگر یک قسمت فقط جن مشکل داشته باشه، جن چی بود تعریفش؟ یک قسمت کوچک از DNA ای مشکل داشته باشه، او رو میوتیشن نقطه ای میگن. یا هم جن میوتیشن. اگر خود کروموزوم مشکل داشته باشه، مثلا یک بازوی از کروموزوم موجود نباشه، این میگن کروموزوم میوتیشن. اما اگر... در, در کل سه تا از کروموزوم ها مشکل داشته باشه دو برابر شده باشه سه برابر شده باشه او رو میگن جنوم موتیشن پس امیدوارم واضح شده باشه بینظمی کمخونی داسی شکل و مرض سیستیک فیبروسیس در نتیجه کدام نوع میتشن به وجود میاید همه شما میفهمین که از انواع و مثال های از میتشن نقطهی بود که ما خوانده بودیم خب دوستا گفته چرا سندروم تورنر بینظمی زنها و کلین فیلتر به نظمی مرد است و ترکیب کروموزوم ها را مشاهده نموده و جواب بدهید. خب تورنر سندروم را به نام اکس اومونوزومی هم ما یاد کرده بودیم به خاطر که در ست کروموزوم های جنس معنس اتفاق میفته از جنس معنس کروموزوم های جسمیش همواره یکسان هست و در اخیر فقط اکس اکس هست خب دوستان میره بر شما یک اندازه توضیح بتو ما داشتیم تورنر سندروم. که به نام XO هم یاد می شد. 44 عدد کروموزوم مربوط به جسم است که کروموزوم های جسمی هست. جمع دو عدد کروموزوم که مربوط به تعیین کننده جنس است و مربوط به جنسیت است. حالا ای X, X مربوط اوناس می باشد. در ای بینظمی یک اکس غایب هست. موجود نیست. به مول لحاظ به نام XO او یا X, X یاد میشن. از این لحاظ اینا مربوط به جنس می میشه. اما کلین فیلتر سندروم خب دوستا حالا 44 جسمی جمع دو عدد جنسی XY. وای در این قسمت اکس کروموزوم های جنس مذکر زیاد میشه مثلا XXY میشه یا XXY میشه در ای از این لحاظ خاطر که این ست وای داره مربوط به جنس مذکر میشه خب دوستا و سوال اخیر انواع مختلف تشخیص بینظمی ها را در انسان با هم مقایسه نمایید خب دوستا ما در کل دو نوع تست داریم یک تست که قبل از ولادت اجرا میشه یک تست هایی که بعد از ولادت اجرا میشه اما بعضی ها گفتن که سه نوع تست است تست های قبل از ولادت بعد از ولادت و قبل از حاملگی هست یعنی قبل از ای که حتی افراد اقدام به داشتن طفل آینده بکنن باید اینا تست شوند و امتحان شوند یا ای که اگر طفل در رحم مادر هست میتونن دو نوع تست مختلف را از پلاسنتا و از کیسه امینیون داشته باشن و همچنان تست بعدی که طفل به دنیا میاد به نام جن تست یاد میشه خب دوستان این بود حل سوالات اخیر فصل اول و دوم امیدوار متوجه شده باشید و پیش خودتان هم کار بکنید تا سعی بدید خدا نگهدارد